آذر ماجدی، یک بسیار اتفاق مهمی که امروزها در مدیای غرب بسیار جای بزرگی رو گرفته مسئله ادوارد سنودن هست که بسیار به شنود دولت آمریکا رو پتش رو آب انداخت. نظر در تو این اتفاق چیه؟ به نظر من این کار بسیار مهمی بود که سنودن کرد و اگر به خاطر داشته باشی 2 سال پیش بود فکر میکنم مندی یک به اصطلاح افسر بسیار جوان آمریکایی هم مقدار زیادی از اسناد و مدارک آمریکا رو داد به ویکیلیکس که آسانج اینها رو منتشر کرد در برابر، یعنی رو کرد تمام سیاست خارجی و تمام خشونت و سرکوب و کشتاری که ارتش آمریکا توی عراق فرزن انجام داده بود و اسناد بسیاری. من باید اینجا اعتراف بکنم که من ویکیلیکس رو نرفتم بخونم چون اینقدر اسناد روش زیاده، منتها چیزایی که اون میگه تا اونجایی که به من مربوط میشه اونایی که ما میدونستیم رو در واقع تایید کرد و چیزایی که مردم به طور عموم شاید اطلاع نداشتن ازش. مندی الان تو زندان 2 سال تو زندان انفرادی انداختنش، سلول انفرادی، و الان قرار محاکمه بشه توسط یه دادگاه نظامی. تمام وضعیت روحیش میگن به هم ریخته، تنها گناهش اینه که خواسته به مردم آمریکا در درجه اول و به مردم دنیا بگه ببینید این جنگ آزادی بخش نیست، این جنگ دموکراسی بردن تو عراق نیست، این یه جنگیه که داره میکشه، داره کشتار میکنه و اینو خواسته نشون بده چون به وجدانش فشار اومده. سنودن هم به همین صورت، اون سرباز نبوده، میخواسته بره، خودش اینطوری میگه که وقتی که بعد از 11 سپتامبر خواسته بره تو جنگ شرکت کنه، بره تو افغانستان و تو عراق به خصوص، فکر کرده دموکراسی میبره و علیه تروریسم، پاش توی تعلیم نظامی ضربه میخوره و دیگه نمیتونه به عنوان سرباز باشه، میره تو بخش امنیتی و بالاخره رشد میاد جلو اونقدر که میرسه تو این سطحی که وبسایت و همه چی در اختیارش بوده و به تمام مدارک دسترسی داشته. بعد از چند سال این هم به وجدانش فشار میاد، نمیتونه ببینه که به اسم دموکراسی، به اسم مبارزه با تروریسم، به اسم مبارزه برای نمیدونم امنیت مردم دارن میلیون ها نفر رو به کوچکترین و خصوصی ترین چیزاشون رو کنترل میکنن، کردیت کارتشون رو، کارت اعتبارشون رو کنترل میکنن، تلفن‌هاشون رو کنترل میکنن، ایمیل‌هاشون رو کنترل میکنن، هر نوع مبادله‌شون رو کنترل میکنن. و بعد نشون میده که چطوری آمریکا، این فقط تو آمریکا نیست، دولت آمریکا داره بسیاری از دولت‌های دیگر رو هم کنترل میکنه و پیش از این رو شده بود که چگونه دولت انگلیس فرضاً داره سفارتخونه‌ها و یا دولت‌های دیگر رو، یا موقعی که کنفرانس 22 کشور بود داشته تمام هیئت‌های مختلف رو کنترل می‌کرده، شنود می‌کرده، این مسئله رو بروز داده و این خودش می‌دونسته که مثل منی خواهنش گرفت زندان می‌ندازن. به همین خاطر اول رفت هنگ کنگ و حالا توی ترانزیت فرودگاه مسکو گیر کرده چون روسیه میگه اگر بخوای بیا اینجا باید دیگه هیچ کاری نداشته باشی علی آمریکا. و تا حالا از 10 کشور اگر اشتباه نکنم یا 20 کشور، مطمئن نیستم الان یادم رفته، تقاضای پناهندگی کرده، تقریبا همه ردش کردن و تو زمین و آسمان عملا گیر کرده و دولت آمریکا داره فشار میذاره، داره مچ دست همه این کشورها رو میپیچونه برای اینکه بهش پناهندگی ندن. اکوادور فرزن که به آسانش الان پناهندگی داده تو سفارتش تو انگلیس الان بیش از 1 ساله و حاضر شده پناهندگی بده بهش که بره اکوادور و امکان داره که به اسنودن هم پناهندگی بده. اگر دقت کرده باشید جت رئیس جمهورش رو تو وین آوردن پایین، گشتن و به اصطلاح تحقیرش کردن به این بهانه که اسنودن تو هواپیماشه و یک مسئله دیپلماتیک ایجاد کردن و در این حال تهدید کردن که اگر، چون اکوادور از دلار آمریکا استفاده میکنه برای بسیاری از معاملاتش، گفتن اگر بهش اجازه نخواهند داد دیگه از دلار آمریکا استفاده بکنه. آذر ماجدی، من میخواستم در رابطه با این مسئله باید بگم که خب سازمان آزادی زنگ یکی از یه سازمانی هست که از حق
از حق پناهندگی بدون قید شرط دفاع میکنه. و الان که ما میبینیم مثلا خب مسئله امنیت ملی به اصلا جرمیه که به همه آدمایی که بالاخره یه نوعی در مقابل دولتشون دست به افشاگری میزنن میبندن. عملا با رد کردن درخواست پناهندگی ادوارد سنودن از کشورهایی که خودشونو به اصلا مهد دموکراسی میدونن، آلمان و نروژ هفته گذشته به اصلا تقاضای پناهندگیشو رد کردن. آیا این تهاجم به حق مدنی انسان ها نیستش؟ چرا کسی صداش بلند نمیشه؟ همش تهاجم به حق مدنیه. اینکه دولت آمریکا همه چی رو به اسم تروریسم، مبارزه با تروریسم داره کنترل میکنه، حق مدنی مردم رو زیر پا گذاشته. ما یه بار اینو گفتیم که بارها گفتیم که عملا با مسئله 11 سپتامبر و بمبگذاری کل دنیا انگار با بمب فرستاده شد به دو قرن پیش. هر نوع حقوق مدنی رو به بهانه مبارزه با تروریسم زیر پا گذاشتن. یک تمام زندگی مردم رو به بهانه مبارزه با تروریسم دارن کنترل میکنن. کسی که میاد سوت میزنه، هشدار میده، میگه بابا این اتفاقات داره میفته، زندگیشو اینطور زیر فشار میذارن. حالا اسنودن شانس آورده تو ترانزیت روز فرودگاه مسکو، اون معنی این که بیچاره 2 سال تو زندان انفرادی گیر کرده، داره تمام از نظر روحی همه چیش به هم ریخته. چرا؟ چون داره میگه دولت آمریکا جنایت میکنه. چرا داره دولت آمریکا رو افشا میکنه؟ تمام اینها زیر پا گذاشتن حق مدنی مردم، حقوق پایه مردم هست. ولی دقیقا این داره به ما نشون میده که دموکراسی یه فریبی بیش نیست، دموکراسی یه توهم بزرگ بیش نیست. تمام اینا که تو ایران الان دارن میگن دموکراسی بیاریم، دموکراسی، دموکراسی سکولاریسم، یعنی همین. تازه این غربشه که مجبور بهتر باشه. وای به حال دموکراسی سکولاریسمی که تو جامعه ایران میاد. من دارم الان یه به اصطلاح نقد میزنم به یه مسئله دیگه، برای اینکه همین رو بگم. دموکراسی پارلمانی یک فریب و توهم بیشتر نیست. اینکه انتظار داشته باشید شما 4 سال یه بار میرید رأی میندازید تو صندوق، یه در میذارید پارلمان، یکی میذارید رئیس جمهور یا نخست وزیر یا هر چی، بعد انگار حق و حقوقتون حفظه. خیر، حتی برای حفظ حقوق مدنی تو این سطح شما احتیاج دارید به اینکه سرمایه‌داری رو بندازید و واقعا یه سیستمی رو بیارید که با آزادی خانایی داره، نه با دموکراسی. و آزادی یعنی که مردم به سرنوشت خودشون حاکم باشن، و این باز من باید بگم چیزی نیست جز سوسیالیسم. خب ممنون آذر مازدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون روز خوبی را آرزو میکنیم. خیلی متشکرم پرویز نوری از فرصتی که به من دادین. روز شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن خوش.